سلام، من مهدی پوریادگار هستم، گوینده و خبرنگار. امروز مهمان خانه دکتر باران هدایت، متخصص جراحی پلاستیک و زیبایی در آلمان، شهر زیبای برلین هستم. کسی که به عنوان دانشجوی تخصص به آلمان اومد و روزهای سخت و پرچالشی رو در آلمان به عنوان دانشجو و به عنوان یک پزشک جراح سخت پشت سر گذاشت، اما امروز در نقطه بسیار خوبی ایستاده و هزاران جراحی در کشور آلمان انجام داده. ببینیم در مورد باران و بشنویم بیشتر از این از زبان خودش. داستان زندگی من برمیگرده به سال 2014 که یه دختر جوان 27-28 ساله با 3 تا چمدون تک و تنها چمدونا رو گرفت و پاشد اومد توی غربت. دلیل اینکه آلمان رو انتخاب کردم این بود که عاشق جراح پلاستیک بودم. یعنی روزی که رفتم بهش استعفا بدم، برگشت بهم گفتش که خانم هدایت، تو هیچی نمیشی اینجا. هیچ. من اول عملی که به عنوان جراح اینجا انجام دادم قطع انگشت پا بود. مطمئن بودم که نمیخوام کم بیارم و برگردم. زندگی مشترک تو مهاجرت هم سخت‌تره. اگه آدم عاشق نباشه سخت میشه. سلام باران جون، خیلی ممنونم که امروز توی خونه قشنگت پذیرای ما هستی و یه وقت دادی که بعد از اون همه جنجال جراحی و از این صحبت‌ها با هم دیگه یه گفتگوی دوستانه داشته باشیم در مورد کار، چالش‌های مهاجرت و بقیه چیزا. خب بگو ببینم داستان مهاجرت تو از کجا شروع شد؟ اول که سلام، روزتون بخیر. خیلی خیلی خوشحالم من که امروز همدیگر رو دیدیم، آشنا شدیم و داستان زندگی من براتون جالب شده برای شنیدن. امیدوارم برای بقیه هم که میشنون چیزی تهش باشه که فرداشون با امروزشون فرق کنه. داستان زندگی من برمیگرده به سال 2014 که یه دختر جوان 27-28 ساله با 3 تا چمدون تک و تنها چمدونا رو گرفت و پاشد اومد توی غربت و زندگی رو از اینجا شروع کرد. من پزشکی رو تموم کرده بودم، دانشکده پزشکی رو تهران، دانشگاه تهران، و در واقع یک سال از فارغ التحصیلی گذشته بود که این یه سالم عملا فورس ماژور زبان خونده بودم و پذیرش کار گرفته بودم، اومده بودم آلمان. یعنی پس اول به عنوان پزشک اومدی آلمان به عنوان ویزای کار؟ دقیقاً. خب بعد چی شد که توی کشور آلمان تصمیم گرفتی که جراحی پلاستیک و زیبایی بخونی، درسته؟ من واقعیتش اصلا دلیل اینکه آلمان رو انتخاب کردم این بود که عاشق جراحی پلاستیک بودم. یعنی یکم قبلترش همیشه به فکر مهاجرت به آمریکا بودم، همه کارام من برای آمریکا کرده بودم، ولی دم آخر هرچی بررسی کردم شرایط دیدم من مهمترین چیز توی پروسه مهاجرت برام اینه که اون رشته ای رو که عاشقشم انجام بدم که واقعا جراحی بود و به صورت خاص جراحی پلاستیک. این فوکوس اصلی مهاجرت من بود و به این نتیجه رسیدم که فضا توی آلمان کلن رشته ایه که سخته ولی توی آلمان ممکنه. مثلا توی آمریکا واقعا ریت این که یک کسی مثل من که خارجی باشه بتونه وارد جراحی پلاستیک بشه، یادم اون سالی که من نگاه میکنم 0.03% بود از کل دنیا، از بین همه خارجی های کل دنیا. اینه که چمدونم برای آلمان بستم و اومدم آلمان، ولی جراحی شاید اون دلیلی بود که من اصلا پزشکی خوندم. جالب. و جراحی زیبایی برای من همیشه یه جورایی ادغام هنر با جراحی. من عاشق هنرم. از این پیانو پیداست. یه هنرمند و نقاش کوچیک بودم که دوست داشت توی دنیای پزشکی هم اون هنر خودش رو پیدا بکنه و به نظر من تلاقی این دوتا واقعا میشه جراحی پلاستیک و زیبایی. چقدر جالب. حالا جالبه که البته اگه من اشتباه میگم اطلاعاتم تو این زمینه کمه، تو منو تصحیح کن. جالبه که توی ایران خیلی جراحی پلاستیک رونق داره و دکترای خیلی خوبی توی زمینه جراحی پلاستیک هستن. چه چیز آلمان برجسته بود تو این زمینه که تو آلمان رو انتخاب کردی؟ ببینید توی ایران هم واقعا ما جراحای خیلی خیلی خوبی داریم، ولی همونطور که گفتین قسمت جراحی زیبایی توی ایران خیلی بولتره، خیلی برجسته تر بین جراحای پلاستیک. توی آلمان و حتی توی دنیا واقعیت اینطور نیست. یعنی جراحی زیبایی یک بخشی از کار ماست، کاملا درسته، ولی یکی از 4 ستون اصلی کار ما. یعنی ما جراحی ترمیمی بخش اصلی خیلی بزرگی از کارمونه، فلپ های مختلف، کارهای ترمیمی، جراحی دست یه بخش بزرگی از کارمونه که توی ایران کمتر همکارای جراحی پلاستیک انجام میدن، بیشتر همکارای ارتوپدی انجام میدن.
سوختگی ها و جراحی پلاستیک زیبایی به اون شکلی که شاید اکثر افراد میدونن و من خیلی دوست داشتم که هر چهارتای این ستون رو در واقع یاد بگیرم و برام مهم بود و این شد که در واقع آلمان رو انتخاب کردم. خانم دکتر، چالش های این تصمیمی که در واقع به آلمان مهاجرت کردید برای جراحی پلاستیک برای کار پزشکی چی بود؟ فکر کنم چالش مهاجرت رو هممون کم و بیش برامون قابل تصوره. مهاجرت حالا طبق انجمن روانشناسان آمریکا یکی از 5 دلیل اصلیه که زندگی آدم ها کن فیکون میشه، یعنی کاملا عوض میشه. من مهاجرت رو داشتم. مهاجرت تنها به نظر من به خصوص برای دختر، به خصوص از بستر فرهنگ اجتماعی ایران، یه معقوله کاملا متفاوتیه. کاری که من کردم، یعنی کاملا تنها چمدونم جمع کردم اومدم توی کشوری که نه یه فامیل توش داشتم، نه یه دوست، نه یه آشنا. یعنی اون روزی که من واقعا هواپیما از فرانکفورت و چمدونامو از بار گرفتم، حتی یه شماره تلفن توی گوشی سیو نداشتم که مثلا بتونم به کسی اینجا زنگ بزنم و ازش بپرسم خب حالا قدم بعد چی. و اون 10 سال بعد پیش واقعا مثل الان نبود که شبکه‌های اجتماعی اینقدر گسترده باشه، اینقدر گروه‌های مختلف به هم اطلاع رسانی میکنن، چیزی که واقعا من تحسین میکنم الان. و یکی از دلایل اصلی که دوست داشتم مصاحبه رو انجام بدم همین بود، این که الان آدم یه عالمه اطلاعات داره. خیلی کسایی که قبلا اومدن به هم کمک میکنن، اطلاعات میدن که تو یه قدمی رو از قدمی ورداری و زودتر کارت پیش بره و کمتر اذیت بشی. واقعا 10 سال پیش نبود. یعنی حد اکثر اطلاعاتی که من داشتم از سرچ های جرس گریخته بود که خودم از توی اینترنت درآورده بودم، بیمارستانهایی که خودم همشو لیستشو درآورده بودم، با آزمون و خطاهایی که خب خودم چجوری نامه بنویسم، خودم مثلا به وبه بکنم برای بیمارستانهای مختلف، چجوری پوزیشن بگیرم، پروسه رزیدنتی اینجا چجوریه. واقعا یه عالمه سوال ندونسته بود، ولی باز من تصمیم گرفتم که تک و تنها پاشم بیام و یه جورایی شروع کنم این دفتر رو. برای من فرقش این بود که منهای قضیه مهاجرت و منهای قضیه یک دفعه، خب من تا قبلش ما تهران زندگی میکردیم، من دانشگاه تهران رفته بودم، خونه مامان بابا دیگه میدونی دیگه، صبح پا میشی ماشینت مرتب، بنزین زده جلوی در خونه است، یخچال همیشه پر، غذا همیشه آماده است. از امروز میشه روز بعد خودتی و خدای خودت، اصلا بلد نیستی چجوری گوشت بخری، اصلا بلد نیستی بنزین بزنی، اصلا نمیدونی ماشین پنچر شد باید چیکار بکنی، و صرف تا صدش رو واقعا در عرض یک روز باید شروع بکنی یاد بگیره، چون کسی دیگه نیست که زنگ بزنی بگی مثلا فلانی من الان موندم تو جاده، در کنار کار و مشغولیت. آره دقیقاً دیگه. ولی میخوام اینو بگم که برای من تازه مهاجرت اون تیکه آسونش بود. برای من وارد شدن به دنیای جراحی توی آلمان انگار که خیلی خیلی سخت‌تر از خود اون پروسه مهاجرته بود، چون جراحی هم یه رشته دومیننت مردونه است. هنوزم که هنوزه، حتی تو کشوری مثل آلمان هم که اینقدر بالاخره برابری و حقوق زنا و اینا توش پررنگه، کماکان اکثر دپارتمان‌های جراحی آقا هستن، تقریبا اکثر شفا آقا هستن. و من یه دختر بودم، جوان بودم، خارجی بودم و میخواستم وارد این دنیای جراحی بشم. همه اینا رو هم خیلی کار رو سخت کرده بود واقعیتش. هنوز به این موضوع میرسیم به طور مفصل. خب تو یه جورای فرق جراحی پلاستیک در آلمان و ایران رو برای من گفتی، یعنی برای همه مخاطبامون گفتی. خب میخوام اینو بدونم، فکر نمی کردی اگر با توجه به گستردگی جراحی های زیبایی که در ایران وجود داره و به هر حال فکر میکنم درآمد خوبی هم میرشه در ایران داشته باشه، فکر نمی کردی اگه به ایران برگردی بازار و کار بهتری شاید داشته باشی، مثلا حالا برو بیای بیشتری داشته باشی، مخصوصا که تحصیل کرده خارج هم بودی و خلاصه اینطوری وایسادی آلمان؟ دلیل اینکه اینجا رو انتخاب کردی برای موندن چی بود؟ من هنوز هم یکی از آرزوهای بزرگم اینه که واقعا یه جایی به درد مردم کشورم بخورم و یه جایی بتونم، حالا واقعیت نه دیگه بحث مثلا پول در آوردن یا اینجور چیزا، ولی واقعا هنوز یکی از آرزوهای بزرگ زندگیم اینه که امکانش رو داشته باشم که واقعا به مردم ایرانم هم یه کمکی بکنم هر چقدر که یاد گرفتم. ولی حقیقتش اینه که من زندگی توی آلمان رو دوست دارم. مردم آلمان زیاد اهل جراحی زیبایی نیستن، هستن؟
اگه هستن چه نوع جراحی میشه؟ خیلی عوض شده. مردم آلمان 20 سال پیش اصلا نبودن. مردم آلمان 10 سال پیش کمتر بودن. ولی واقعا ترندیه که ما توی جامعه داریم میبینیم خیلی عوض شده توی این سالها و خیلی بیشتر شده. یه بخشش اینه که جامعهشون از اون حالت ایزوله آلمانی خیلی مولتی نشنال تر شده. خیلی خارجی هایی که به هر حال این چیزا توشون بابتره واقعیت بیشتر توی جامعه برخوردن و ناخودآگاه شروع همه چی تو زندگی ما به نظرم از مقایسه کردن پیش میاد دیگه. وقتی همه یه کاری رو نمی کنن همه مثل همن، وقتی یه سری شروع میکنن بقیه هم دوست دارن. خیلی این ترند توی آلمان عوض شد، ولی باز هم بسته به خصوصیت های ژنتیکی، فیزیکی و اجتماعی باز مثلا متفاوته. مثلا میگم، مثلا همه میگن که توی ایران، یعنی تو دنیا شاید بیشترین عمل جراحی بینی رو توی ایران انجام میشه. یک دلیلش اینه که خب ترند شده، ولی یه دلیل واقعیتش هم اینه که ما ژنتیکمون دماغای پخمه و گندسیان داریم. ما ژنتیکمون دماغ عقابی، دماغ مثلا پولدار، اینا زیاد داریم و مثلا توی نژادهای اروپایی شما اینو زیاد نمیبینید. یعنی اینم آدم باید پس ذهنش داشته باشه. برعکس مثلا اینها به دلیل ژنتیکشون شاید جراحی های سینه خیلی بیشتر توشون باب هست، برای اینکه باز اون ژنتیکی که ما توی خاورمیانه داریم متفاوته با ژنتیکی اروپایی ها دارن. یعنی یکم مدل جراحی هایی که محبوبه متفاوته. واقعا اینجا جراحی بینی اونجوری که توی ایران مثلا بولد هست نیست، هم ترند نیست هم نیازش نیست. در عوض جراحی های دیگه مثلا اینجا بیشتر متقاضی داره. احتمالاً جراحی سینه و باسن بیشتر باشه. سینه، باسن، لیپوساکشن، بادی فیگورینگ در واقع، فرم دادن به بدن. دنبال هیکل خوبه. آره. خب، که اینطور. یادتون میاد حالا چند تا عمل جراحی انجام دادین و اولین عملتون چی بود؟ چند تا انجام دادم؟ خیلی. آدم حسابش یه جایی از دستش در میره. ما یه چیزی داریم که پایان رزیدنتی باید پر کرده باشیم به نام اوپ کاتالوگ، که در واقع تو از هر تمی، من گفتم ما مثلا هند سرجری باید حداقل نزدیک 200 تا عمل داشته باشیم، مثلا سوختگی باید حداقل نزدیک 100 تا عمل داشته باشی، زیبایی باید حداقل نزدیک 100 تا عمل داشته باشی، ریکانستراکشن یا ترمیم باید حداقل نزدیک 150 تا عمل داشته. یعنی این مینیمم عملایی که تو برای اینکه بتونی اینجا متخصص بشی باید انجام داده باشه خودت به عنوان جراح. این دیگه کف واقعیت کاره که هممون وقتی متخصص میشیم اینجا انجام دادیم. من هم بالاخره همین دیگه. از اونجا به بعد واقعیتش اینه که من خیلی سعی کردم همیشه توی دوره تحصیلم هر تیکه از درسم رو توی بیمارستان بگذرونم که مرکز تخصصی اون قضیه است. یعنی مثلا من هند سرجری رو سر کردم برم هامبورگ، یکی از بزرگترین مراکز هند سرجری آلمان بگذرونم. خب واقعا اینجوری بود که صبح تا شب، شب تا صبح فقط تو اتاق عمل بودی. با سوختگی سر کردم بزرگترین سانتر سوختگی کل اروپا بگذرونم. واقعا اینجوریه که مثلا هر روز هلیکوپتر میشست بلند میشد، میشست بلند میشد. اینا شانس این که آدم تجربیات بیشتری رو کسب بکنه واقعا به من داد، ولی اینکه دقیقا عددش واقعا نمیدونم. آفرین. خب دیگه اینقدر کار کشته این دیگه طبیعیه دیگه. آدم فکر میکنه شما چون دکتر جوانی هستین، جراح جوانی هستین، خب مثلا منی که اطلاعات چندانی راجع به این موضوع ندارم فکر میکنم خب حالا هنوز میشه بشماریش، ولی وقتی که میگین که خب باید کلی صدها عمل انجام بدین تا حتی مثلا اون تخصص رو به شما بدن، خب دیگه اصلا خیلی خنده‌دار میشه سوال من. و بعد اینکه اولین عملی که انجام دادین تو آلمان چی بود و چه احساسی داشتین وقتی که اون عمل رو انجام دادین؟ مخصوصا وقتی موفقیت احتمالاً دادین. همه دوست دارن بگم که مثلا الان عمل قلب باز کردم یا نمیدونم مثلا فیس لیفت کردم یا صورت رو پیوند زدم، ولی واقعیتش نبود. من اولین عملی که به عنوان جراح اینجا انجام دادم قطع انگشت پا بود. او مای گاد. این هم یه بخشی از کار ماست. یعنی یه زخم کرونیک یا مزمن بود که حالا مریض داشت و مدت‌ها درمان نشده بود و عفونت استخوان شده بود و باید قطع می‌شد و اون انگشت رو من قطع کردم. شاید به نظر خیلی عمل کوچیک یا بی اهمیتی باشه، ولی واقعیتش اینه که جون اون مریض رو نجات داد. چون انگشت بود که اگه قطع نمی‌شد عفونت به پا می‌زد، عفونت پا به بدن می‌زد و عفونت خون می‌شد و خیلی قضایای دیگه.
برای خود من خیلی روز بزرگی بود، چون اولین باری بود که یه عمل رو از اول تا آخر تنها داشتم انجام میدادم و احساس این که به مریضم کمک کنم. ولی آره اون اولین عمل بود. موقع جراحی دکترها بیشتر استرس دارن یا مریضا؟ قطعا مریضا، یعنی واقعا از یه جایی که میگذره حقیقتا دیگه استرس نداریم توی اتاق عمل، ولی تیکه خوب کار ما شاید به عنوان جراح اینه که اکثرا مریضا وقتی خوابن میمیریم سراغشون. یعنی خب قطعا قبلش باشون حرف میزنیم و تمام صحبتهای عمل و ریسکا و توضیح دادن و اینا، ولی روز عمل تقریبا، یعنی وقتی مریض بیهوش میشه دیگه جراح شروع میکنه عملو و خیلی شاید به صورت نزدیک درگیر اون استرس مریض نمیشه تا بعدش که دوباره بیاد دیدنشو، بره بخشو ببینتشو، براش عملو توضیح بده. چه نعمت بزرگی این بیهوشی، این خوابیدنه. قطعا خیلی نعمت بزرگیه. دکتر بودن توی خارج از کشور چه تفاوتی داره با دکتر بودن توی مملکت خود آدم؟ مردم برخوردشون چطوره با یه دکتر خارجی، با یه پزشک خارجی؟ راحت اعتماد میکنن یا اینکه؟ این خیلی خیلی سوال جالبیه، به خصوص به خاطر اینکه توی ایران هم الان یه شرط خاصیه که این قضیه جواب دادنش حساس میشه. ببین واقعیتش اینه که اینجا هم دکتر شغل خیلی محترمیه و شغل با اتیکتیه، مثل ایران خدا نیستی، بنده خدایی، یعنی باید همونطور با حوصله و دقیق و با اهمیت با مریض صحبت کنی، همه چیز رو بهش توضیح بدی، تمام اینکه چه عملی میخوای انجام بدی، چه جوری این عمل رو میخوای انجام بدی، دوره نقاهت این عمل چقدره، چه ریسکایی وجود داره، چه مشکلاتی وجود داره. واقعا ما باید کاملا این قضایا رو به مریضمون توضیح بدیم و براش وقت بذاریم، یا وقتی عمل تموم میشه خودمون بریم دیدن مریضمون و معاینش بکنیم و براش توضیح بدیم که عمل چه جوری شده، وقتی چکاپش میشه خودمون باید مریض رو ببینیم. این قضایایی که شاید یکم کم رنگ تر شده توی ایران، ولی از اون ور باید بگم که وقتی من دکتر اینجا حقیقتا به مریضم میگم که این چند تا راه رو داریم، هر کدوم از راه‌ها این مشکلات رو داره، تو کدوم به نظرت برای خودت و زندگی خودت و بدن خودت بهتره، با هم تصمیم میگیریم برای مریض و مریض اون رو میپذیره و وقتی اون رو میپذیره تمام مشکلات بعدش هم میپذیره، تمام اون دوران نقاهتش، تمام کامپلیکیشن هایی که ممکنه پیش بیاد، تمام اتفاقاتی که بعد از عمل ممکنه برای هر جراحی پیش بیاد و به نظر من مردم اینجا خیلی راحت تر میپذیرن و قطعا یه بخش بزرگش اینه که ما اینجا خیلی بیشتر و با حوصله تر بهشون توضیح میدیم که چه اتفاقاتی ممکنه بعدش بیفته. ولی شاید توی ایران هر اتفاقی که بعد عمل بیفته یه جورایی تقصیر جراحه، در حالی که تو دنیای پزشکی اینجوری نیست، یعنی تو جراحی، تو خدا نیستی، تو تمام تلاشتو میکنی و در نهایت باید ببینی بعدن چجوری این قضیه رو جواب میده. ولی من همیشه نظرم اینه که وقت گذاشتن قبل از جراحی مهمترین قدمیه که جراح خوب باید برداره. من خودم به عنوان کسی که خب اینجا دکتر رفتم، جراحی کردم، خب تو ایرانم بودم، البته تو ایران تجربه جراحی نداشتم، به نظر من اینجا رابطه بیمار و دکتر خیلی قشنگه. درسته، دقیقا منم همین نظرم. آره، از هم آرامش میگیرن، خیلی محترمانه است روابط، خیلی پزشکا وقت میذارن، البته با احترام به همه دکترهای ایرانی در ایران که خیلی زحمت کش هستن، خیلی تلاش میکنن و دمشون واقعا گرم. اینجا یه رابطه انسانی خیلی قشنگی بین بیمار و مریض به نظرم وجود داره، بیمار و دکتر ببخشید. آره، چالش دکتر خارجی بودن چیه اینجا؟ زبان. مثل فکر کنم هر شغل دیگه، شاید بیشتر از هر شغل دیگه، برای اینکه مثلا میگم من همسرم مهندس آیتیه، همسر من با کامپیوتر سر و کار داره و یه سری آدم آکادمیک که تقریبا همشون انگلیسی خوب میتونن صحبت کنن. من وقتی پزشکم با مردم سر و کار دارم، مردمی که از یه بچه 5 ساله شروع میشه تا یه پیرزن 95 ساله.
مردمی که هر کدومشون از یه جای آلمان با یه لهجه و دیالکت خاص میان، مردمی که به هر حال یک مشکل لکنت زبان داره، یکی لهجه عجیب غریب جنوب آلمانو داره، یکی شمال آلمانو داره، و با هیچ کدومشون من نمیتونم بگم که مثلا من نمیفهمم حرفتو. اومده پیش من که من حرفشو، دردشو، مشکلشو حل کنم، و این سد اول زبان رو ما اگه پشت سر نذاریم سخت میشه. 100% کاملا هممون چالش زبان اولین و آخرین چالشمونه. خب چند کلمه میگم حس و حالتو بگو. دلتنگی. راستشو بگم سالهای اول خیلی غلیظ‌تر بود، کمرنگ شده، هست ولی کمرنگ شده. بابا و مامان. فکر کنم تا وقتی داشتمشون انقدر نمیدونستم دوستشون دارم. عاشق شدن بهترین اتفاق زندگی. عاشق شدی؟ آره عزیزم. هنوز عاشق هستی؟ 100% شیطنت. بدون اون فکر کنم نمیشه جلو رفت. زندگی مشترکت هم مهاجرت هم سخت‌تره. اگه آدم عاشق نباشه سخت میشه. دقیقا. ولی اون فکر کنم چیزی که همه چیزو باعث میشه آدم حل کنه، بره جلو و پیش ببره، همون عشق هست که هست. تای خط رسیدن. آره سال اول، سال اول مهاجرت قطعا. چجوری دوباره تای خط برگشته اول خط؟ فکر کنم مطمئن بودم که نمیخوام کم بیارم و برگردم، وگرنه شاید قطعا کم آورده بودم. زندگی چیز جذابیه، رنگ و رنگ خیلی جذابه. یعنی واقعا من ازم باید از رنگ‌های مختلفش لذت برد. یه روزی زرد، یه روزی خاکستری، ولی زرد و خاکستری یکی از قشنگ‌ترین ستاست. خبر خوب کیف میده. امیدوارم پر از خبر خوب باشه زندگیت. سخت‌ترین روز مهاجرت. یادمه من یک کم اینو نمیدونم توضیح بدم سخت‌ترین روزه. من سال اولی که شروع کردم، چون حتما میخواستم جراحی شروع بکنم و پوزیشن جراحی خیلی سخت بود گیر آوردنش، من واقعیت شروع کار لایپزیگ، یک شهر حتی کوچیک نزدیک لایپزیگ، جراحی رو شروع کردم و سال 2014 بود شروع جریان پگیدا، اوج ورود پناهنده ها، و من اولین مواجهم با آلمان اونجا بود. یعنی زده خارجی ها در واقع؟ نمیدونستم مثلا لایپزیگ، پگیدا، 2014 یه زمان خاصه. فکر میکردم آلمان اینه و من واقعا رئیسم یکی از طرفدار پرواقرص پگیدا بود. و هر روز کامنت ها، نقد ها، حرف ها، هر کدومش در جهتی بود که واقعا منو له کنه. و من مهاجر تازه که زبونم هنوز راه نیفتاده بود، هنوز کار بلد نبودم، هنوز همه چی برام چالش بود، هر روزم باید با این حرف ها یه جایی واقعا کار به استخونم رسید و بعد از یک سال استعفا دادم. روزی که رفتم بهش استعفا بدم، برگشت بهم گفتش که خانم هدایت، تو هیچی نمیشی اینجا، هیچی، من اینو بهت قول میدم. چقدر ناامید کننده. من واقعا این جمله رو هیچ وقت یادم نمیره، ولی همون لحظه هم برگشتم بهش گفتم که سخته، چون خیلی چیزا رو بلد نیستم، ولی من اینجا هر چی که دلم بخواد میشم، چون یاد میگیرم. و سر حرفم موندم. ولی قطعا اگه ازم بپرسی سخت ترین روز تو 10 سال گذشته اون روز بود. واقعا خیلی قابل درکه. آره، تجربه خاصی بود. اوف. نمیخوام تصورش کنم. خب شادترین روز مهاجرتت کی بود؟ روزی که تخصصمو گرفتم. قطعاً روزی که تخصصمو گرفتم. بعد از چند سال؟ 7 سال. 7 سال برای تخصص؟ تخصص اینجا چون در واقع فوق تخصص جراحی پلاستیک یه چیز گسترده است، حداقل 6 سال طول میکشه. دیگه تا درسو تموم کنی، کاتالوگتو پر کنی، بدی، نوبت بگیری، آره تقریباً 7 سال بود. 2000 تا عملی که از شما میخوام. آره. معلومه 7 سال طول میکشه که. از مهاجرتت راضی هستی؟ خیلی.
من واقعا میگم دوست دارم زندگی تو آلمانو. با آلمانیا خوب ارتباط برقرار کردم. متفاوتم، خیلی با ما متفاوتم، ولی تو باید نباید دنبال پیدا کردن یه ایرانی توی آلمانی باشی. تو باید با آلمانی ها مثل زندگی آلمانی ارتباط برقرار کنی و من تجربه خوبی دارم. من واقعا احساس خوبی دارم اینجا. عالی. به کسانی که در راه مهاجرت هستند و به خصوص پزشکانی که این روزها متاسفانه برای کشورمون و خوش به حال آلمانیا در راه مهاجرت هستن، چه توصیه میکنی به عنوان پزشکی که همینجا به عنوان پزشک بودی، هم تخصص خوندی، هم دوباره داری به عنوان متخصص کار میکنی، چه توصیه داری؟ اول از همه و آخر از همه زبان، زبان، زبان. یعنی زبان مهمترین. من به همه میگم شما توی این کشور میتونید با هر زبان دیگه‌ای کار کنید و زنده بمونید، اما اگه میخواین پیشرفت بکنید، اگه میخواین جلو برین، اگه میخواین پست بگیرین، اگه میخواین واقعا کسی بشین، بدون زبان آلمانی نمیتونید و زبان خوب آلمانی. و مرحله بعد کفشای آهنی دیگه. راه سختیه، روزهای سختی خواهد بود، لحظه های سختی خواهد بود، ولی بهتر و بهتر و بهتر میشه. یعنی به نظر من بزرگترین چیزی که آدم توی مهاجرت یاد میگیره اینه که هزار بار میشکنی بار هزار یکمی دوباره بلند میشی و پله بعد رو میری بالا. فرقش به نظرم اینه که با کشور خودمون اینه که میری بالا، همیشه این پله به پله به پله میری بالا و میدونی اگه داری تحمل میکنی، اگه داری زمان میذاری، اگه داری انرژی میذاری توی یه مسیر به بالایی، ولی مسیر پرسنگلاخیه، مسیر سختیه، مسیر طولانیه. 10 سال دیگه باران دکتر باران هدایت کجاست؟ یکی اینه که فوق تخصصی برای خودم دارم و امیدوارم که خیلی از هموطنان من بتونم توش درمان بکنم و به آدم های زیادی کمک بکنم. خیلی برات احترام قائلم. تو کسی هستی که من نگاهم یه جوری نسبت به جراحی پلاستیک امروز تغییر کرد، چون همیشه خب به عنوان زیبایی بیشتر بهش نگاه میکردم، ولی الان که از ترمیم صحبت کردی، از آدمی که سوخته و چقدر میتونه تو روحیش تاثیر بعد بذاره، اون زخم سوختگی یا هر چیزی، آدمی که دستش قطع شده، پاش قطع شده یا هر چیز دیگه، و حتی نگاه من نسبت به اون پا قطع کردن، انگشت قطع کردن عوض کرده، گرچه خیلی تلخ و سنگین و سخته. خیلی خوشحالم که بیشتر از قبل با تو آشنا شدم و برات آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که به آرزوهای قشنگت برسی که همش انسانیه و کمک به انسان هست. ممنون. منم خیلی ممنونم که شما این کار قشنگ رو میکنی، این ویدیوها رو، و من همیشه فکر میکنم اگه اون زمان من این اطلاعات رو داشتم چقدر روزا راحت تر میگذشت، و ممنونم که این کار دارید برای بقیه میکنید. انجام وظیفه است. مرسی و موفق باشید. روزتون بخیر. روز بخیر.